ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. رسول أكرم عليه الصلاة والسلام مي فرمان لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. همي شما باید امر به معروف و نهی از منکر داشته باشید. اگر چنانچه به خاطر ملاحظات که گاهی بعضی از ما به خاطر ملاحظات میگه من شغلم طوریه که اگر چنانچه در بیفتم با فلان و فلان منافعم به خطر میفته، موقعیتم به خطر میفته، استخدام نمیشم، نمیدونم فلان چیز کارم انجام نمیگیره. نه، اینها مسائل زودگذره. تو مسئله ماندگار خودت را فدای مسئله زودگذر نکن. هوشیار باش. او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا من عنده. اگر به این وظیفتون عمل نکنید، خود پیامبر میفرماید نزدیک میشی که خداوند متعال یه عقوبتی فراگیر بر همه شما بفرستد. دیگر چه کسی که گناه میکنه، چه کسی که تماشاگره، فرق نمی کنه، همه یکسانند. اون کسی که گناه میکنه و اون کسی که از دور نظارگره و تماشا کننده است و عکس العمل نداره و کنش نداره، بی تفاوت در برابر اون هست، همه اونها مستوجب عقوبت الهی میشوند، چون همه اینها گناهکارند. همونطور که خداوند درباره بنی اسرائیل فرمود لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بني اسرائيل مستحق لعنت شدند، توسط پیامبران لعنت شدند. پیامبران پرچمدار رحمت بودند برای بندگان خدا، برای امتهاشون همیشه خیرخواه آنها بودند. اما وقتی لجام گسیختگی، جسارت، گستاخی افراد به خارج از حدش میشه، اونها پیامبران خدا هم لعنت میکنن در اون قوم. چرا لعنت شدن بنی اسرائیل؟ ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. اونها به سبب معصیتی که داشتن، به سبب تعدی و تجاوزگری که به حدود الهی داشتن، خداوند متعال برای ما حدودی تعیین کرده، حد حدودا فلا تعتدوها. روابط زن و مرد با تابع اون حدود و اون مقررات باشه. رعایت نکردن اون مقررات اعتدا و تجاوزگریه. من یتعدی حدود الله فقد ظلم نفسه. هر کس به حدود الهی تعدی کنه به خویشتن ظلم کرده است. تصرفات مالی همه اینها داره حدود و ضابطه و قاعده و معیاره، همه اینها باید رعایت بشه. نحوه لباس پوشیدن ها، مرد، زن، همه اینها حدود داره، ضابطه داره، باید رعایت بشه. خوردنی ها و نوشیدنی ها، چه چیزهای حلاله و چه چیزهای حرامه، مرزها تعیین شده. خداوند متعال حلال و حرام را برای ما بیان کرده. پیامبر اکرم علیه الصلاة و السلام هم بیان کرده ان الحلال بین و ان الحرام بین. حلال خدا مشخصه، حرام خدا هم مشخصه. باید این مرزها رعایت بشه عزیزان، باید رعایت بشه.